مهمان این بخش از برنامه ما آقای جمال عبدی رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا یا نایاک هستن که در استودیو سید آمریکا با ما هستن. آقای عبدی خیلی خوش آمدید. میدونم که شما فارسی متوجه میشین ولی با این وجود ما مترجم همزمان هم گذاشتیم که احیانا سوء تفاهمی پیش نیاد در سوالها. سوال اولم قبل از اینکه وارد بحث بشیم اینه که در این انتخابات نایاک از چه تعداد نامزد حمایت میکنه، چه تعدادی رو اندورس کرده به اصطلاح؟ خب من فکر میکنم که ما تقریبا حدود 12 تا نامزد رو داریم، ازشون حمایت میکنیم در سطح ایالتی و در سطح محلی و همینطور دولت فدرال برای کنگره. اینا همه دموکراتن یا جمهوری خواهم درشون هست؟ ما غیر حزبی هستیم، حزبی نیستیم. هر یکی از نامزدهایی که داریم حمایت میکنیم ازشون دموکرات هستن البته. خب الان تو این روزها من میبینم که شما در اینستاگرامتون مرتب پستای شخصی میگذارید، در واقع با مردم، با افرادی که مخاطب نایاک یا صفحتون هستن صحبت میکنید. سابقه داشته؟ من خاطرم نمیاد که در این سالها رئیس شورای ایرانیان آمریکایی یا نایاک بیاد و هر یکی دو روز یک بار در واقع پیام تصویری بذاره و دفاع بکنه، بگه ما مثلا ابزار دست جمهوری اسلامی نیستیم، ما لابی جمهوری اسلامی نیستیم. چرا این کار الان انجام میدید؟ خب از زمانی که یعنی برای چند هفته گذشته ما مورد حمله بودیم، مورد انتقاد بودیم، انتقاد شدید بودیم از برخی عوامل خاصی که افراد خاصی که در واقع حقایق رو درست متوجه نشدن. من فکر می‌کنم برای ایرانی آمریکایی‌ها یک بی‌اعتمادی قابل درک است برای هر کسی که در سیاست دخالت داشته باشه نسبت به اون شخص. ضمناً برخی افراد ایرانیان رو طعمه قرار دادن، ایرانی‌ها و ایرانی آمریکایی‌ها رو، به دلیل کمبود دانش مدنی تا بتونه از اون خلأ سوء استفاده بکنه، یک تصویری از نایاک درست بکنن که واقعی نیست، یه جوری بگن مرتبط هست با جمهوری اسلامی، بگن که نایاک حمایت نمیکنه از اعتراضات، از تظاهرات، از تغییر رژیم در ایران توسط مردم ایران در داخل ایران. میخوان این رو وانمود بکنن یا این رو بگن. الان شبکه‌های تلویزیونی هستن که عربستان سعودی ازشون تامین مالی میکنه، مثلا ایران اینترنشنال، یا کسی نیست که الان بخوان دفاع بکنن، برای همین نمیخوایم کسی رو اینجا متهم بکنیم. بله البته. نه من میدونم، ولی سوال اینه که متوجه شدم، سوال اینه که چرا اگر چنین انگیزه دارید چرا بخش کامنتاتون رو بستید؟ یعنی شما یه سری ویدیو میگذارید اونجا و اجازه نمیدید که مخاطبتون اون زیر پست شما چیزی بنویسه. خب فکر میکنید چه نتیجه میخواد بگیرید از این پیام یک طرفه؟ ما بخش دیدگاهامون و نظراتمون رو باز کردیم. ببینید اون اول که شروع کردیم تهدیدهای جانی میشد، به برخی خانم ها تهدید به تجاوز میشد، افرادی که در واقع نمایندگان منتخب مردم بودن و ما کسانی داشتیم که مجبور بودن جای خونه هاشون عوض بکنن به دلیل تهدید جانی. زمان خیلی جدی هست، الان زمان خطرناک و مهمی است برای کسانی که میگن چطور میتونن این شرایطو بگذرونن، مخصوصا هر کسی که مرتبط شده با نایاک یا هر کسی که به صورت علنی هر چیزی در مورد ایران گفته در 20 سال گذشته، اگه بخشی از اپوزیسیون نبوده مورد حمله قرار گرفته. بنابراین ما در توییتر دیدیم، البته خب قطعا یه چیزای غیر واقعی بوده، ولی خب یه آدمایی هم هستن که واقعا متوجه نیستن، اما یه سری حساب‌های علکی سوری هم هستن که حمله انجام میدن. برای همین برای لحظاتی ما گفتیم که ما اجازه نخواهیم داد شبکه‌های اجتماعی ما بخشی یه بستری بشن برای عوامل بدکار و شریری که میخوان از این خلأ استفاده بکنن، سوء استفاده بکنن. بنابراین ما کامنت ها بخش دیدگاه رو بستیم، اما الان ما فکر کردیم که حالا دیدیم که بله، حالا این بخش دیدگاه‌ها رو یک جور تئوری توطئه فرض کردن و گفتن حتما این یک نقشه یک توسط نایاک. گفتیم خیلی خوب، حالا ما دیدگاه ها رو هم باز میکنیم، سعی میکنیم گفتگو داشته باشیم. مطمئن نیستم البته توییتر جای مناسبی برای این کار یا بهترین جا برای این کار باشه، ولی هدف اینه که ما یک کتاب باز هستیم. من خودم از این پرسشگری استقبال میکنم، من فکر میکنم اینا مهم هستن و من فکر میکنم این انتقاد، این سطح انتقاد از نایاک مهمه و فکر میکنم الان زمانشه که اتفاق بیفته. خانم شیرین عبادی که شما دعوتشون کرده بودین در نشست نایاک، ایشون گفته وقتی من متوجه شدم اونها
چه میگویند به حکومت ایران نزدیکتر، به حکومت جمهوری اسلامی نزدیکتر تا اون چه مردم میخوان، تصمیم گرفتن که دیگه در نشستای شما شرکت نکنن و انتقاد بکنن. جیسون رضاییان که روزنامه‌نگار واشنگتن پست، من باهاش صحبت کردم، خودش میگه نایک دیگه اون سازمان گذشته نیست و عملکردش مثل گذشته نیست. آقای رضا اصلان که از مشاوران بوده خودش رسما کناره گرفته. نامه‌ای که همینطور که اشاره کردید، نامه‌ای که 14 نفر از زنان نماینده یا شورای شهر یا در سطح مجلس های ایالتی مثل خانم آنا اسکمانی، مثل جاسلین شهرزایی، شارون نظری یا شارونا نظری و بسیاری دیگر امضا کردن، اینا یکی از موارد خیلی مشخصشون اینه که ما اجازه نمیدیم کسایی بخوان بیرحمی جمهوری اسلامی رو کم رنگ کنن یا کم اهمیت نشون بدن و به طور مشخص معلوم انتقادشون و گفتن نسبت به نایاکه. یعنی شما میخواهید بگید در این چه که الان هستش شما، یعنی سازمان نایاک هیچ نقشی نداشته، شما فقط هدف یه سری حملات غیر منصفانه قرار گرفتید؟ شیرین آبادی کی همچین حرفی زد؟ گفتگوی هست که با الای لاک اگه بخونید اون تو قشنگ مشخصا گفت. چه سالی بود؟ تقریبا یک سال پیش. مطمئنی؟ سرچ کنید ببینید. من فکر میکنم که این رو سال 2017 یا 2018 گفت، یعنی چندین سال پیش بود، که نشون میده که این حقیقت اینه که مدت ها این ادامه داشته این قضیه. خانم عبادی با ما، ایشون با ایلای لایک صحبت میکنه که خب مشهوره به عنوان یک آدم دست راستی شدید هوادار اسرائیل. آنها اسکمانی هم هدف قرار گرفته بوده. اینا هم انتقاد دارن میکنن به شما، کسایی که شما اندورسشون کردین، یعنی خانم آنها اسکمانی رو نایاک اندورس کرده بوده، الان داره از شما انتقاد میکنه، میگه باید عذرخواهی بکنم به خاطر موازی که در گذشته گرفتن. نامشون هستی، شما نامشون رو بخونه. ندیدین نامه رو؟ من فکر نمی کنم این واقعیت داشته باشه، این حقیقت داشته باشه. من خودم مصاحبه کردم، تو برنامه پخش میکنم اینو چند دقیقه دیگه. من خودم با آنا اسکمانی مصاحبه کردم چند دقیقه، تو برنامه پخشش میکنه. شما میگی آنا اسکمانی همچه حرفی نز انتقاد نکرده؟ گفته ما باید معذرت بخوایم، اشتباه کردن در گذشته، خطا کردن، بعد بابت خطاهاشون عذرخواهی بکنن. ولی نگفت پس نگفت نایاک. من به طور مشخص ازشون پرسیدم آیا اندورسمنت نایاک رو همچنان قبول دارین؟ گفتن نه من قبول ندارم. گفتن باید نسبت به تصمیمایی که انجام شده باید موضعشون رو مشخص بکنن. این برای من واقعا یه خبر جدیده، یه چیز تازه. اصلا فکر نمی‌کنی که در درون شما کسایی هستن که این انتقاد رو به شما میکنن؟ از هیچ کس شماش انتقادی نمیشنوی؟ من فکر میکنم انتقاد وجود داره، انتقاد مشروع وجود داره و انتقاد نامشروع هم هست. میتونه انتقاد مشروع باشه در مورد موازی که ما در گذشته گرفتیم و مردم ممکن بگن که این درست نبوده. قبول دارین که شما مثلا با مقامات جمهوری اسلامی نشستید، صحبت کردید، عکس گرفتید، با دولت روحانی ارتباط نزدیک، اعتقاد ندارین چه اتفاقی افتاد؟ کسایی دفاع کردن از سازمان نایاک در رسانه‌ها، از موازی جمهوری اسلامی دفاع کردن، چنین چیزی رو اعتقاد ندارید؟ نه من این اصلا یه همچین چیزی که اصلا حمایت میکنیم از موضع دولت جمهوری اسلامی اصلا موافق نیستیم. ما هر موضعی که گرفتیم این بر اساس این بوده که چه چیزی محبوب اون افراد بوده که این هرگز بر این اساس نبوده که چه کسی محبوب. ما همیشه به حرف مردم گوش کردیم، مردم ایران. ما از برجام حمایت کردیم چون برای حمایت از مردم ایران بود، به نفع اونا بود و در برای این بودش که به مردم ایران ابزار و فضایی بده که لازم دارن. شما الان از برجام حمایت میکنی؟ از مذاکره؟ نه، الان در حال حاضر ما فکر میکنیم موضع بایدن از توقف متوقف شدن برجام حمایت میکنیم، برای اینکه باید تمرکز بکنیم برای اینکه اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته و مردم الان دارن رژیم رو به چالش میکشن و ما باید تمام تلاشامون رو روی اون متمرکز کنیم. و من فکر میکنم الان نشانه علامت خیلی بدی خواهد بود اگه بخوایم در گفتگوی برجام یا هر چیزی که ممکنه به نظر برسه میخوایم یک خط حیات، یک تنفسی به رژیم بدیم، فضای تنفسی به رژیم بدیم، خیلی بده. من نمیگم که اصلا نباید این کار کرد، الان وقتش نیست. الان موقع ایالات متحده و جامعه بین‌المللی که رژیم رو پاسخگو کنه، در کنار مردم ایران بایسته. تکرار میکنم برای که ما واقعا به حرفشون گوش میکنیم. ما مرتب به حرفشون گوش کردیم. ما در سال 2388 گوش کردیم بهشون، نادیده نگرفتیم. در گذشته هم همینطور. الان هم میگیم، میبینیم اونا میگن رژیم باید بره، میخوان مسائل خودشون انجام بدن، پس ما در کنارشون میایستیم. دو نایاک 75,000 دلار اوارد گرفته برای ارائه واکسن و بر کار روی دیپلماسی با ایران. این کمک رو از کجا گرفتین و چطوری استفاده کردین؟ 4 فوریه 2022
خب سازمان های مثل ما نحوه کارشون اینه و اینم بگم الان یه مسئله اینه که مردم یه جوری در واقع نشونش میده که انگار مثلا ترسناک گیج کننده است. نه ببینید اینجوری تو توییتر و اینا اینجوری نشون داده شده. خب بله ما شکل 503 هستیم، یعنی در واقع غیر انتفاعی هستیم و کمک در واقع وجوهی دریافت میکنیم از طرف دولت که کارهای اجتماعی بکنیم. یکی از اون کمک‌هایی که گرفتیم در واقع همین بوده، در واقع برای مسئله واکسن بوده، برای اینکه به ایرانیایی که واکسن دسترسی ندارن کمک بگیریم. ما روی این پروژه ها کار میکنیم تا مطمئن بشیم ایران و کشورهای تحریم شده دیگه محروم نمیشه از دریافت واکسن. آقای خامنه‌ای خودش ورود واکسن آمریکایی ممنوع کرد. بعد شما دنبال چه پروژه‌ای بودین؟ بعد خامنه‌ای اعلام کرد این کمک رو شما 4 فوریه 2022 گرفتید. خامنه‌ای ماها قبل از این ماجرا ممنوع کرده بود ورود واکسن آمریکایی رو. نه این پروژه‌ای که ما روش داشتیم کار می‌کردیم ماها قبل از اینکه اون پول به ما اختصاص داده بشه. همین کار دارین انجام میدین؟ یعنی با وجود اینکه الان ورود واکسن آمریکایی به ایران ممنوعه هنوز دارین روی همین پروژه ادامه میدین؟ خب نه اون دوره اون پروژه به پایان رسید. ما چندین گزارش رو ارائه دادیم در مورد آمریکایی های کوبایی تبار، یمنی تبار، افغان تبار، در مورد همین مسئله واکسن ها. ببینید زمان مهمیه، یک همگیری جهانیه. الان زمان اون هست که ببینیم تحریما چطور ممکنه اثر بذاره برای اینها، نه بر دولت ها بلکه بر مردم، مردمی که رنج میکشن. برای همین بود که ما این پروژه رو انجام دادیم، ولی متاسفانه مثل همیشه دولت تا میان وسط کار. خامنه ای واکسن های غربی رو ممنوع کرد و نایاک این رو در واقع محکوم کرد، این موضع خامنه ای رو. و ای کاش من میتونستم کاری در مورد خامنه ای و همه کارهای وحشتناکی میکنه انجام بدم، ولی من آمریکایی هستم. تمرکز ما، کار ما بر تاثیرگذاری بر دولت آمریکاست. وقتی مسئله ایران وسط باشه سیاست تحریم ها است، برای ما رو اون کار میکنیم. برای شفافیت منتشر بکنید که این پول رو کجا و چطوری خرج کردین؟ بله صد درصد، البته همش اینا همش اطلاعات عمومیه، اطلاعاتی در اصل علنیه. از این پول گفته برای دیپلماسی با ایران بعد استفاده بشه. شما الان اعتقاد دارید که دنبال این سیاست نیستید، دنبال برجام نیستید، ولی این پول مشخصا برای ورود واکسن و دیپلماسی باید. ما ضد جنگ هستیم، ما با جنگ موافق نیستیم، ما بودجه میگیریم برای عدم گسترش از شرکت های از سازمان های مختلف برای مبارزه با سلاح های هسته ای. این کار برای مسئله برجام، برای کار ما بوده، برای برجام. اما الان اگه یه نفر بیاد بگه ما میخوایم حمایت بکنی از اون قضیه، ما بعد از این به این اعتراضات رو نادیده بگیریم، بعد بریم مذاکره بکنیم، ما میگیم نه متاسفم، ما دنبال پول نمیریم، ما دنبال اون چیزی که ایرانی ها و ایرانی آمریکایی ها میخوان. اینجوریه کار ما، خیلی مشخصه برای سازمان های غیر انتفاعی. و من امیدوارم که شما سازمان های دیگری رو هم که دارن جاهای دیگه کار میکنن از نایاک انتقاد میکنن. من دلم میخوام ببینم پول اونها کجا میاد. متشکرم برای اینکه اومدید که به این پاسخ سوالا جواب بدید و فکر میکنم که موضوع مهمی است، بعد باز هم حضور پیدا بکنین و توی همچین بحثای بسیاری از این سوالا رو پاسخ بدین، برای اینکه عده‌ای از دوستان خود شما اعتقاد دارن که نایاک باید حتی تعطیل بشه. الان بحث مطرح است که نایاک باید درش بسته بشه، برن کار دیگه انجام بدن، ولی شما اعتقاد دارید که هیچ تقصیری نداشتید و مورد هدف حملات غیر منصفانه قرار گرفتید. جمال عبدی، من فکر می‌کنم خامنه‌ای خیلی خوشحال میشه که نایاک تعطیل بشه. فکر می‌کنم خامنه‌ای و جمهوری اسلامی خیلی خوشحال میشه که ثابت بشه که یک سازمان صدای سازمان یافته ایران آمریکایی‌ها نباشه. و اگه می‌خوان ببندیم نایاک رو، بله این همونه، اونها هستن که می‌خوان بسته بشه. من استقبال می‌کنم از این سوالا، می‌خوام شفاف باشم، می‌خوام اعتماد جامعه ما رو به دست بیاریم. مردم واقعا ناراحت از اتفاقی که در ایران میفته، ما می‌خوام هر کاری که می‌تونیم بکنیم از مردم ایران حمایت کنیم. جمال عبدی تشکر می‌کنم. Thank you.